next on Winning with Wisdom with Dr. Nasser Siddiqui. Yeah, but I got to enjoy life. Trust me, you'll be able to enjoy it a whole lot better when you're out of debt. There is life after debt, and I'm here to tell you it is wonderful. Welcome to Winning with Wisdom, the anointed teaching ministry of Dr. Nasser Siddiqui, stricken with an incurable disease and then miraculously healed by the power of God. The powerful ministry of Dr. Nasser Siddiqui is equipping God's people with wisdom principles to be successful in every area of life, marriage, family, business, and more. Touching the world, touching lives, touching you. This is Winning with Wisdom with Dr. Nasser Siddiqui. خیلی خوشحالم که در یک روز دیگه با شما عزیزان هستم. من دکتر نصیر صدیقی هستم و میخوام با اتون در میون بذارم کلام خداوند رو که چگونه قرضهایمون رو چگونه بپردازیم و کلام خداوند نسبت به بدهی و قرض چگونه گفته به ما و چه چیزهایی رو به ما گفته که ما انجام بدیم و زیر قرض و چیزهای مالی نباشیم تا بتونیم راحت زندگی بکنیم. درسته، در امثال باب 22 آیه 6 و 7 میفرماید، آیه 6 میفرماید، میگه کودک را در راهی که باید برود تربیت نما و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. در آیه 7 میفرماید، میگه فقیر اسیر ثروتمند است و کسی که قرض میگیرد غلام قرض دهنده. اینو عزیزان من میخوام بهتون بگم که چگونه بهتون درس بدم که چگونه ما به بچه‌های خودمون یاد بدیم که زیر قرض و بدهی زندگی نکنن، و یا اگر خودمون زیر قرض و بدهی هستیم میخوام باهاتون در این برنامه‌ای که در خدمتتون هستم بهتون یاد بدم که در کلام خداوند چه چیزی به ما نشون داده که زیر قرض و بدهی نباشیم. یعنی در حتی در حدی نباشیم که اگر همسایه مسیحی ما میره یک ماشین نو میخره، ما روی چشم هم چشمی نریم دوباره یه ماشین دیگه بخریم. و من خیلی ها رو میشناسم که ماشین 10 سال 15 سال دارم. خود من ماشین 10 سال 15 سال دارم و هنوز این ماشین داره خیلی خوب کار میکنه و هیچ مشکلی ندارم. در رومیان باب 12 آیه 2 میفرماید، میگه از طریق تجدید افکار ما وقتی فکرمون رو تجدید میکنیم، اون موقع است که خداوند به ما کمک میکنه که اون شناخت واقعی و کامل رو از خداوند پیدا بکنیم. پس ما باید فکرمون و نگاهمون رو تغییر بکنیم در نگاه خداوند، نگاه کلام خداوند. پس امروز با ما باشید تا در این درس که چگونه ما بتونیم از زیر هرچی قرض و بدهی خارج بشیم و اون چیزی که خداوند میخواد در زندگی ما به راحتی انجام برسه و بدون هیچ مشکل و نگرانی و بدون هیچ استرس و بدون هیچ ناراحتی زندگی بکنیم و این راحتی رو هم به بچه های خودمون و به نسل آیندهمون یاد بدیم. با ما باشید در ادامه برنامه. And now today's vital teaching from Dr. Nasser Siddiqui. Listen carefully to what I'm about to tell you. The wealth. میخوام یه چیزی رو به شما بگم که دوست دارم، میخوام خیلی مهمه و گوش کنید. میخوام چیزی رو بهتون بگم که کسانی که بدهکارن و در زیر قرض هستن در زیر فشارهای بسیار زیادی قرار میگیرن در زندگیشون. ببینیم خداوند در مورد قرض گیرنده چی میفرماید. در بزنین صحبت بکنیم راجع به قرض. پولتون رو میدزده، فکرتون رو میدزده، تمام زندگیتون رو میدزده. در لوقا باب 16 آیه 13 میفرماید، میگه هیچ غلامی نمیتواند دو ارباب داشته باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، یا به اولی ارادت دارد و به دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول. چند نفر از شما ها از دوست دارید از این زیر قرض راحت بشین؟ ما بارها در کلام خداوند دیدیم که چگونه به ما یاد داده که زیر بار قرض نریم و هیچ موقع، یعنی از اون چیزی که داریم قانع اون چیزی که داریم باشیم.
و خیلی ها هستن الان در این دنیا متاسفانه در همش در زیر قرض هستن که زندگیشون رو بخوان خوب بکنن و همش یه چیز مادیات رو در زندگیشون میارن که چگونه زندگیشون فکر میکنن بهتر و بهتر میشه و فکر میکنن برای آینده بچه هاشون هم خوبه. نه، میخوایم بریم در کلام خداوند یه مقدار تفحص بکنیم و بریم داخلش. در عبرانیان باب 12 آیه 5 تا 14 رو میخوام همگی با هم دیگه شروع کنیم بخوندن. وقتی میفرماید که در کلام میفرماید آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب میکند از یاد برده اید؟ اینو قبل از اینکه اینجا رو بخونم براتون وارد این کلام بشیم، میخوام همه بگیم که ما خداوند ما رو از زیر تمامی قرضمون رها بکن، ما رو از این اسارت رها بکن و میخوام این دعا رو بکنید که از زیر بار قرض و بدهی خلاص بشیم. خداوند به ما قوت و قدرت میده که ما چگونه از زیر بار قرض اگر بخوایم در بریم در میریم. فقط مهم اینه که خودمون بخوایم و این چگونه برای خودمون ایجاد میشه. وقتی ما با کلام خداوند حرکت میکنیم، خداوند این قدرت رو به ما میده که ما از زیر بار قرضامون رها بشیم. چگونه؟ بیاین کلامتون رو باز بکنیم به همون عبرانیان در باب 12 من میخوام یه چیزی الان در قبل از اینکه این آیه ها رو بخونیم با هم دیگه یه چیزی هست میخوام براتون بگم، بعد برمیگردیم به این کلام. من یه چیزی میخوام با شما امشب در میون بذارم که شما چگونه هر چیزی که دارید، یعنی هر چیزی که دارید از دست میدید در زیر بار قرض. و اینو میخوام بهتون بگم که اگر شما خیلی کمتر و خیلی راحتر زندگی بکنید، خیلی اصلا میگن که خب پس میخوایم ما از زندگی لذت ببریم. خب مطمئن باشید که وقتی شما زیر بار قرض نیستید خیلی راحتر زندگی میکنید. شما راحتین، شما بدون هیچ اسارتی زندگی میکنید، هر جا که دلتون بخواد میرین. و اینو میخوام بهتون بگم که در موقعی که شما قرض ندید راحت میرین تو رستوران میشینین و وقتی منیوی غذا رو نگاه میکنین دیگه سمت راستش رو نگاه نمیکنین، سمت چپش رو نگاه نمیکنین، قیمتش رو نگاه کنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ماها زیر بار قرض نیستیم. وقتی شما زیر بار قرض میرین همش باید نگران قیمت ها باشین، این چنده اون چنده، این گرونه اون گرونه، اینو باید کم بخرم، اونو باید زیادتر بخرم و متاسفانه زندگی رو همش در اسارت قرار میده. ما باید در زندگیمون جوری زندگی بکنیم که اگر بخوایم یه موقعی کار نکنیم نگران از دست دادن چیزی نباشیم. اگر شما یه روزی بخواید کار نکنید میان خونه رو از زیر پاتون میکشن بیرون، میان ماشین از زیر پاتون میکشن بیرون و همه چیز رو ازتون میگیرن. اینو مطمئن باشید که وقتی شما یک کلامی رو، یک قدمی رو در خداوند پیش میبرید و از خدا میخواید که بهتون کمک بکنه و یک انضباطی به زندگیتون بدین، خداوند کمکتون میکنه از طریق اون انضباط که شما از تمامی اون بدهیایی که دارید در برید و بیاید بیرون و برکتی رو که بهتون میده در انضباط، یعنی یاد بهتون میده که چگونه پول در بیارید و برکتی رو که بهتون میاره از تمامی قرضهاتون راحت میشین. خب خیلی از عزیزان میان میگن که خب خداوند میاد بهتون میگه که خب ببین من میخوام بلندشی بری این طرف و یهو میبینی که واو چه برکتی یهو سمتت میاد. دوست دارم یعنی چی؟ یعنی ما وقتی قدم هامون رو با خداوند حرکت میکنیم و با خداوند میریم جلو، خدا همه چیز رو به ما کمک میکنه. ما ها عزیزان برکت داریم، خداوند این برکت رو به ما عطا کرده. هر کسی که در نام عیسی مسیح داره زندگی میکنه، خداوند همه برکت ها و ثروتش رو در اختیار ما قرار داده. پس ما باید دانه ها رو بکاریم و خداوند دانه ای که ما میکاریم رشدش میده و برکت میده بهمون.
من میخوام که همگی این دعا رو بکنیم که خدایا از تو میطلبم که منو از زیر بار قرض و بدهی که دارم دور بکن. همین امشب از طریق همین برنامه که دارم میبینم خدایا قلب منو لمس بکن و کمکم بکن و باز بکن اون زیر این بار فشار و قرضی که هستم، زیر تمامی این کمرم داره میشکنه دیگه، اجازه بده با خانوادم بتونم لذت ببرم. خیلی ها هستن در خانه های بزرگ زندگی میکنن و مال خودشون نیست. من میخوام بهتون یاد بدم که اگر شما دارید میمیرید، قرض و بدهیتون رو برای بچه هاتون نذارید. اگر قرض و بدهی دارید برای بچه هاتون میذارید، اصلا کار درستی نیست. من یه ماشین دارم که الان 10 سالشه و بهترین راه هم میره، خیلی هم ماشین خوبیه. من نگاه نمی کنم به همسایه بغلم که هر 2 سال یه بار، 1 سال یه بار میره این ماشینش رو عوض میکنه. به خاطر چی؟ ماشین، اصلا ماهیت ماشین عوض شده الان در این روزه. ماهیت ماشین و چیزهای لاکچری در زندگی اومده تا مردم بتونن اعتبار بخرن از هم دیگه، متاسفانه. ولی اعتبار واقعی کسیه که در درونش با خداوند زندگی میکنه و به راحتی زندگی میکنه. بذاریم بخونیم از آیه در عبرانیان باب 12 آیه 5 شروع میکنیم بخوندن. میفرماید از آیه 4 میخونیم، میفرماید هنوز لازم نشده است که شما در تلاش خود بر ضد گناه خود خون خود را بریزید. آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب میکند از یاد برده اید؟ ببینید، میگه آیا فراموش کردیم که خداوند ما رو به عنوان فرزندان خودش ما رو خطاب کرده؟ یه ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او تو را سرزنش میکند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب میکند و هر که را به فرزندی میپذیرد تنبیه مینماید. یعنی چی؟ یعنی که خدا برای همه ماها دیسیپلین داره، خدا برای همه ماها انضباط داره، ما رو تربیت میکنه تو همه چیز. تربیت بعضی موقعا سخته. در آیه 7 میفرماید شما باید متحمل این سختی ها بشوید، زیرا این نشان میدهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار میکند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ در آیه بعد میفرماید پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران واقعی. ببینید، پس اگر میگه پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران واقعی. اینا رو من نمیگم، اینا رو کلام خداوند داره میگه. میگه ما نسبت به پدران جسمانیمان، یعنی پدرمون که ما رو بزرگ کردیم، ما نسبت به پدران جسمانیمان که ما را تأدیب نمودند احترام لازم را نشان دادیم. پدرتون دعواتون میکنه ولی باز بهش احترام میذارین. پس چقدر بیشتر باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم. ببینید در آیه 10 چی میگه؟ میگه پدران جسمانی برای زمان کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما این کار را میکند تا مثل او پاک شویم. این چطوریه؟ درست ماها دوست نداریم این انضباط و این تأدیب رو دوست نداریم از طرف خداوند. در آیه 11 میفرماید زمانی که تنبیه میشویم نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انضباط همیشه اون تنبیهی که ما میکنه خدا یه چیزی در آینده برای ما میبینه تنبیه میکنه، همیشه خوشایند نیست، همیشه خوب نیست برامون، خیلی هم سخته. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند از ثمرات آرامش یک زندگی نیکو بهره‌مند میشوند. گوش کنید، میگه اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند از ثمرات آرامش یک زندگی نیکو بهره‌مند میشوند. خب پس حالا قراره من چیکار بکنم؟ در آیه 12 به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو بخشید، در راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما از مفاصل خود جدا نشوند بلکه نیروی اولیه خود را بازیابند. ببینید در آیه 13 چی میگه؟ میگه در راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما
از مفاصل خود جدا نشوند، بلکه نیروی اولیه خود را باز یابند. در آیه 14 میگه بکوشید تا با همه مردم با صلح و سازش رفتار کنید و زندگی شما پاک و منزه باشد، زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. عزیزان، ما اینو راحت بهتون بگم، ما باید دیسیپلین و انضباط برای زندگیمون بیاریم. ما باید در زندگیمون یک انضباطی داشته باشیم و اون چیزی که چشممونو ما باید درست نگه داریم، باید ما در راه راست گام برداریم. این چیزی که خداوند میخواد از ما. میخوام بریم در امثال باب 13 آیه 18 ببینیم در این آیه خداوند چی میفرماید. در باب 13 آیه 18 میفرماید فقر و رسوایی دامنگیر کسی می شود که تأدیب را نمی پذیرد، ولی شخصی که آن را قبول می کند محترم شمرده می شود. ببینید، خیلی ها هستن که اینو قبول نمی کنند، نمی خواهند برن زیر سختی تنبیه. ببینید دوباره می خواهیم، میگه فقر و رسوایی دامنگیر کسی می شود که تأدیب را نمی پذیرد، ولی شخصی که آن را قبول می کند محترم شمرده می شود. در آیه 22 میفرماید، میگه شخص نیک حتی برای نوه های خود میراث به جا میگذارد، اما ثروتی که گناهکاران اندوخته اند به مردم درستکار میرسد. کسی که بذار اینو بازش کنم براتون، اگر ما یه خونه خیلی کوچیک داریم و اون خونه پولشو دادیم و زیر قرض نیستیم، اون برای برکت میاره برای وارثینمون. اما خونه ای که ما داریم، بزرگترین خونه رو داشته باشیم ولی زیر بدهی و قرض باشیم، اون خونه مال فرزندانمون نیست. اگر میخواید برای بچه‌هاتون و فرزندانتون ارثیه بذارید، مطمئن باشید که پولشو دادید و زیر قرض نباشه. میخوام بریم در لوقا باب 16 آیه 10 تا 13 رو با هم نگاه بکنیم. در این آیه میفرماید، لوقا 16:10 میفرماید کسی که در امور کوچک درستکار باشد در کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود، و کسی که در امور کوچک نادرست باشد در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. آیه 11-12 میگه پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید، چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ و اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق دارد امین نباشید، چه کسی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ نوکری نمیتواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بنده پول. همه اینو بگن که ما دیگه نمیخوایم هیچ قرضی رو داشته باشیم. با من باشید در ادامه برنامه که میخوام چند تا آیه دیگه براتون بخونم. در متا در باب 24 به ما نشون میده که چگونه از خدا بخوایم که ما رو نجات بده از زیر تمامی قرضهایی که داریم. متا 24 آیه 45 می‌فرماید کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمان خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنها را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. ببینید، ما باید با کلام درست خداوند بریم جلو. ما جوری باید زندگی بکنیم که خداوند به ما اعتماد بکنه. متا در باب 25 آیه 28 میفرماید، میگه سکه ها را از او بگیرید
متی 25:28 میگه سکه ها را از او بگیرید و به آن کسی که 10,000 سکه دارد بدهید، زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد، آن به فراوانی داشته باشد، و آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. ببینید چی میگه؟ میگه زیرا میگه اون سکه هایی که از اون داره اونو بگیر، اون 10 تا سکه رو به اونی که داره بده. میگه زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد، و آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. ببینید از این ما از این از خدا بخواه، میگه که شما وقتی پول داری در میاری، تا موقعی که زیر قرض و بدهی هستی هیچ لذتی از زندگی نمیبری. من بهتون قول میدم که این درس امروز به شما خیلی کمک میکنه. کیا اینجا دوست دارن که از زیر قرض خالی بشن و برن بیرون؟ به کلام خداوند توجه کنید. دوستان عزیزم، من میخوام بهتون بگم که خسته نشید از کلام خداوند و از شرایط های زندگیتون. اینو نگاه نکنه که اگر همسایه من، دوست من، پسر خالم، داداشم، خواهرم یا همسایه‌م یه ماشین خوب گرفته، من برم خودم رو زیر بار قرض بگیرم و برم یه ماشین بهتر از اون یا این اون بگیرم. در امثال باب 10:22 میگه برکت خداوند شخص را ثروتمند میسازد و رحمت زیاد بر آن نمی افزاید. ببینید میگه خداوند برکت میاره. برکت خداوند شخص رو ثروتمند میسازه. یعنی به هیچ چیزی شما احتیاج ندارید با کلام خداوند و با برکت خداوند. و مهم اینه که میگه زحمت زیاد هم تازه براش نمیاره. یعنی برکت خداوند به فراوانی همیشه در دسترس شماست و همش برای شما میاد بدون اینکه زحمت زیاد بکشید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما یاد گرفتی که زیر قرض نباشین. Debt in America equals to $8,400 per person. 70% of failed marriages are because of finances. Families using credit cards spend 34% more than those who don't. Now you can discover the freedom of debt-free living in Dr. Nasser Siddiqui's informative new 6-CD teaching series, Life After Debt. Debt is the devil's disease on the church. Learn what is debt-free living, God's wisdom for your finances, the keys to wealth, and much more. Life After Debt is available on 6 anointed CDs for your ministry gift today of just $25 or more when you call toll-free 1-888-947-3660. Write to Wisdom Ministries, Post Office Box 4700, Tulsa, Oklahoma, or order online at wisdomministries.org. With your order, you'll also receive a free copy of the Wisdom Magazine Miracles Edition. There is Life After Debt. Wisdom University Online offers the opportunity for individuals to start or finish their undergraduate, graduate, or doctoral degrees at a reasonable cost. Wisdom University is accredited and accepts transfer credit from colleges, universities, Bible schools, and institutes. Wisdom University Online offers courses that are 100% Word and only the Word. Sign up now for our featured courses. Wisdom University Online, taking your dreams to your destiny. Well, because of your faithfulness to this ministry. خوب عزیزان، من خیلی خوشحالم که به خاطر این اعتمادی که به کلام خداوند دارین و خدا رو شکر می‌کنم به خاطر این درسی که گوش دادید. خیلی از شما عزیزان برای ما شهادت‌هاشون رو فرستادن و می‌خوام چند تاشو باهاتون در میون بذارم. رانو کرن از اورگان برای ما فرستادن که میگه که ما یکی از دانه های خداوند رو که به ما گفته و یکی از کالایی که داشتیم فروختیم به 2,000 دلار و از طریق اون خداوند برای ما برکت برگردون، نزدیک 64,000 دلار برگردون و بعد از اون 124,000 دلار برکت خداوند برای ما برگردون و ما از زیر بار قرض خیلی از چیزها در اومدیم بیرون و خدا رو شکر میکنیم. یکی دیگه از دوستا تینا و جان از قسمت در فاونتن این برای ما فرستادن که میگه ما
من خدا رو شکر میکنم که از موقعی که از خداوند خواستم که دست و بالم رو باز بکنه و برکتش رو وارد بکنه، از تمامی زیر قرض ها و بدهی هامون دور شدیم و به خاطر اینکه از خدا خواستیم که ما رو راهنمایی بکنه، چگونه ما رو راهنمایی بکنه و باورتون نمیشه که چگونه برکت های خداوند پشت به پشت هم دیگه برای ما اومد تا ما از زیر بار قرض خالی بشیم و به راحتی الان داریم زندگی میکنیم. برادران و خواهران عزیزم، من میخوام بهتون بگم که شما دانه ای رو که در برای خداوند میکارید در محصولتون، موقع جمع‌آوری محصول میشه، خداوند چندین برابر به شما برکت میده. من در این حال میخوام از شما عزیزان تشکر بکنم به خاطر ساپورتی که برنامه ما رو میکنید و اینکه در این حال دعاهایی رو که برای ما میکنید تا پیشرفت بسیار بسیار زیاد داشته باشیم در اقصا نقاط جهان، تا بتونیم کلام خداوند رو بتونیم در میون بذاریم برای همه. من میخوام دعا بکنم در نام عزیز عیسی مسیح برای تک تک شما که چگونه روح قرض که یک روح شیطانی هستش که در کلیساهای ما و ایمانداران ما هستن خارج بکنه، و من در نام عزیز عیسی مسیح می طلبم که خداوند برکت‌های فراوانش رو به شما همینک بده. خداوند، من ممنونم از این که دوباره مجدداً با این برنامه با ما بودید و از شما عزیزان دعوت میکنم تا با برنامه‌های بعدی ما و تا برنامه‌های بعدی ما با ما باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدارتون. The statistics are staggering. Debt in America equals to $8,400 per person. 70% of failed marriages are because of finances. Families using credit cards spend 34% more than those who don't. Now you can discover the freedom of debt-free living in Dr. Nasser Siddiqui's informative new 6-CD teaching series, Life After Debt. Debt is the devil's disease on the church. Learn what is debt-free living, God's wisdom for your finances, the keys to wealth, and much more. Life After Debt is available on 6 anointed CDs for your ministry gift today of just $25 or more when you call toll-free 1-888-947-3660. Write to Wisdom Ministries, Post Office Box 4700, Tulsa, Oklahoma, or order online at wisdomministries.org. With your order, you'll also receive a free copy of the Wisdom Magazine Miracles Edition. There is Life After Debt. Wisdom Ministries is dedicated to reaching people, changing lives, and equipping God's leaders. We've been reaching the world with biblical wisdom principles for success for over a decade. We are looking for thousands of partners to help us reach millions of people all over the world. You can help us with this task by becoming a covenant partner. Wisdom Ministries is equipping God's leaders with wisdom. Visit our website and become a covenant partner today. Make your plans to join Dr. Nasser Siddiqui for a life-changing time together in a city near you. Join us again next time and tell a friend to watch Winning with Wisdom with Dr. Nasser Siddiqui, Tulsa, Oklahoma.